هلو، همونطور که میدونید من حدود 20 روز پیش گواهینامه گرفتم و یه همچین چیزی رو پست کردم توی اینستا و همه تو اینجوری بودید که مگه گواهینامه گرفتن چیه که باید کونش بسوزه؟ منم اومدم بهتون توضیح بدم مراحل گواهینامه گرفتن توی ژاپن رو بگم و اینکه چه نکاتی باید رعایت کنید که بتونید راحت توی امتحانای شهری ژاپن قبول بشید. پس اگر قصد دارید که گواهینامه بگیرید توی ژاپن، حتما حتما این پست رو تا آخر نگاه کنید، چون که خیلی قرار به دردتون بخوره. قرار چیزایی بهتون بگم که فقط توی کلاسای آموزشی ژاپن هستش و شما باید پول بدید که این اطلاعات رو به دست بیارید، ولی من دارم مفتی در اختیارتون میذارم. بریم که شروع کنیم. اول اینکه گواهینامه گرفتن تو ژاپن دو تا راه داره. یکی اینکه تو گواهینامه توی یه کشور دیگه داری میخوای عوضش کنی، یا کلا گواهینامه نداری و میخوای از صفر شروع کنی. اگر شما بخواید از صفر شروع کنید، باید 300 هزار ین بدید و کلاس‌های آموزشیش رو شرکت کنید. دقیقا نمیدونم ساعتش چقدره، اما اگر فشرده برداری توی یک هفته میتونید تموم کنید. اما خب فشرده فکر کنم ساعتاش خیلی طولانی تر باشه. اولش تئوری تو سر کلاس‌ها بهتون یاد میدن، بعد اونجوری که من شنیدم، چون دوستان رفتن از اونا شنیدم، اونطوری که من شنیدم بعد از اینکه کلاس تئوری رو گذروندید، میرید میشینید توی یه مدلی از ماشین که شبیه سازی شده به ماشینه اما ماشین نیست، کار با اونا رو یاد میگیرید. بعد از اینکه اوکی شدید سوار ماشین واقعی میشید. توی خیابون نمیرید فعلا، یه محوطه ای داره که برای آموزشه. شما یه مدت توی اون محوطه تمرین میکنید رانندگی رو و بعد از اینکه چند جلسه توی اون محوطه رانندگی کردید رو عادت کردید، معلمتون بهتون یه کریمنکیو میده. کریمنکیو ترجمهش میشه گواهینامه موقت. با داشتن اون گواهینامه شما تنها نمیتونید برید تو خیابون، فقط باید یا با استادتون برید یا با کسی که حداقل 5 سال گواهینامه داره میتونید برید تو خیابون تمرین کنید، که اونم تاریخ مصرف داره و همیشه نمیتونید از اون استفاده کنید. بعد از اون وقتی یکم تعلیم دیدید و اینا، بهتون میگن خب امروز بیاید هرچی تعلیم دیدید و اجرا کنید. وقتی شما اجرا میکنید دیگه قبول میشید اون امتحان، یعنی امتحان شهرتون در همین حده. اونجوری نیست که به اسم امتحان برید نمیدونم قبول بشید و نشید. اکثرا جلسه اول قبول میشن، حالا اگه خیلی دیگه داغون باشه میگن حالا یکم دیگه باید تعلیم ببینید که بتونی بریم. این از این. مشکل اصلی موقع گواهینامه گرفتن که از صفر شروع میکنی آیین نامشه، چون آیین نامش 100 تا سواله و فقط هم فکر میکنم به زبون ژاپنی، انگلیسی و چینی گرفته میشه اگر اشتباه نکنم. توی شهر ما اینجوری بود، 100 تا سواله، 1 ساعت وقت دارید. سوالا صحیح غلطه، میگن که سوالاش یکم سخته، تایم کم میارن همه، بایدم از 90 به بالا بشی که بتونی قبول بشی. این از این. این برای کسایی که میخوان از صفر شروع کنن، اونجا سر کلاس همه نکات رو بهتون یاد میدن. موضوع اصلی این ویدیو قراره برای کسایی باشه که گواهینامه یک کشور دیگر رو دارن، حالا ایران هر جای دیگه، و میخوان اونو عوض کنن. اول اینکه بستگی داره گواهینامه چه کشوری رو داشته باشید. بعضی از کشورها اصلا نیاز نداره امتحان بدید، فقط میرید اونجا گواهینامه رو عوض میکنید و شما میتونید رانندگی کنید. اما کشور عزیزمون ایران جز این دسته از کشورها نبود و نیست، برای همین باید برای اینکه گواهینامه‌تو بتونی عوض کنی حتما امتحان بدی. برای این افراد هیچ آموزشی در نظر گرفته نمیشه و فقط میرن مستقیم امتحان میدن. اما این امتحانی که میگم، فکر نکنید مثلا مثل ایران یا کشور دیگه توی خیابون عادی صورت میگیره و اینکه اصلا به این کار ندارن که شما توی کشورتون چقدر رانندگی میکردید، چند سال راننده بودید، چقدر رانندگیتون خوبه، چقدر مسلطید، اصلا به این چیزا کار ندارن و تنها یه سری نکات مهم رو در نظر میگیرن که اگر اونا رو انجام ندید هر چقدر رانندگیتون بی‌نقص باشه رد میشید. من چون که توی ایران اصلا رانندگی نکردم، یعنی گواهینامه رو گرفتم کرونا اومد هیچ وقت پشت فرمون نشستم، برای همین زیاد رانندگی بلد نبودم و تصمیم گرفتم که قبل از اینکه برم امتحان بدم برم کلاس چند جلسه. و به هم گفتن که اول باید یه دور امتحان بدی، امتحان تو که رد شدی میتونی پاشی بیای کلاس. این تو شهر ما تو چیکی اینجوری بود، شاید تو شهرهای دیگه بتونید قبل از امتحانم برید کلاس. طبق اون کشوری که گواهینامه شو دارید بعد زنگ بزنید به سفارتش و بپرسید که مراحل چجوریه. من که گواهینامه ایرانو داشتم زنگ زدم سفارت، گفتن که باید عکس گواهینامه تو توی سایت میخک آپلود کنی، اونو برات ترجمه میکنن و مثلا تایید میکنن که گواهینامه معتبر تو ایران. بعد همه مدارک تو، گواهینامه ترجمه شده، مدارکی که نشون میده من ژاپنی ملیتم، اگر شما ملیتتون ژاپنی نیست بعد پاسپورت و مدارکی که هویتتون رو نشون میده رو بفرستید به
سفارت ژاپن و بعد اینکه جوابش اومد دیگه کارهای اداری و ریز کاراش رو من دقیقا یادم نمیاد، اما در همین حده که یه سری مدارک رو میفرستید تایید میکنم، بعد زنگ میزنید به منکیو سنتر و وقت میگیرید. منکیو سنتر چیه؟ منکیو سنتر یعنی مرکز گواهینامه. توی ژاپن هر شهری یه دونه ساختمون خیلی بزرگ داره که بهش میگن منکیو سنتر و همه کارهای گواهینامه تو میری اونجا انجام میدی. مثلا من اگر توی توکیو زندگی کنم نمیتونم برم منکیو سنتر توچیکی، حتما باید اون شهری باشه که آدرسم ثبت شده روش، چون من اون موقع توچیکی بودم میرفتم توی منکیو سنتر توچیکی. آره، بعد از اینکه مدارکتون تایید شد شما یه بار بعد به منکیو سنتر اونجا میرید، روز اول ازتون مصاحبه میکنن راجع به اینکه چطور تو ایران گواهینامه گرفتی، چند ساعت تعلیم دیدی، چقدر رانندگی کردی، ازتون امتحان چشم، جسمانی و اینا میگیرن. بعد از همه تایید مدارک و اینا بهتون وقت میدن که اصلا بیاید امتحان بدید. حالا این امتحان میتونه هفته بعد، ماه بعد، بستگی داره که وقت داشته باشن یا نه. حالا بگذاریم از اینا، من میخوام بهتون توضیح بدم که چجوری امتحان ازتون میگیرن و چه کارهایی باید بکنید که قبول بشید. این چیزایی که من الان دارم بهتون میگم تمام نکاتیه که تو کلاسایی که من رفتم بهم گفتن. همونجور که گفتم چون من رانندگی زیاد بلد نبودم، اول رفتم امتحان دادم افتادم و رفتم 3 جلسه 2 ساعته کلاس برداشتم، هر ساعتش 5500 ین بود که کلا رو هم دیگه فکر کنم حدود 35000 ین تا 40000 ین پول دادم برای کلاسام که برم قشنگ یاد بگیرم. توی اون کلاسا نکات خیلی مهم راجع به امتحانی که میخوام بدم بهم دادن. حالا این نکات چی بود؟ این نکات نکاتی بود که افسر بهش دقت میکنه و اگر من این کار رو انجام نمیدادم نمیتونستم قبول شم. برای مثال برادر من گواهینامه تو ایران داشت، چند سالم رانندگی کرده، حتی وقتی اومد ژاپنم خیلی رانندگی کرد بدون گواهینامه، اما 8 بار امتحانو افتاد. چرا؟ به خاطر اینکه همونجور که گفتم افسر اصلا دقت نمیکنه که تو رانندگی بلدی یا نه، فقط دقت میکنه به اون نکاتی که خودش میخواد دقت میکنی، یعنی انجام میدی اونا رو یا نه، که من همه اینا رو بهتون میگم. پس اینو نگاه کنید از اینجا به بعدو که میتونید بدون اینکه برید کلاس امتحانتون رو قبول بشید. امتحان آیین‌نامه اصلا کاری نداره، کلا 10 تا سواله و میتونید بگید که تو ژاپنی بلد نیستی بخونی انگلیسی. من علکی گفتم انگلیسی هم بلد نیستم که به فارسی بدن، چون ورژن فارسیش احتمالا خیلی راحت تره. کلا 10 تا سوال بود، اگر 7 تاشو درست میزدیم قبول میشدیم، 10 دقیقه هم وقت داشتیم، خیلی آسون بود، همش هم صحیح غلط بود. این از آیین‌نامه. اما امتحان شهر، همونجوری که گفتم امتحان شهر بازم یه مکان مشخص داره، زمین مشخص داره که من اونجا رفتم براتون عکس گرفتم. اینجوریه، همونجوری که میبینید زمینش خیلی پیچیده است، اما کسایی که میخوان گواهینامه خارجی رو تبدیل کنن به گواهینامه ژاپنی فقط از این خط قرمزه که اینجا براتون کشیده شده رد میشن. حالا نکاتی که شما باید رعایت کنید، اول از همه قبل از این که شما سوار ماشین بشید دور بزنید، دور ماشین، زیر ماشین رو نگاه کنید، لاستیک رو چک کنید. هیچ چیزی هیچ وقت نیست، اما شما این کار انجام بدید که افسر بفهمه شما دارید نکات رو رعایت میکنید. بعد که میخواید سوار ماشین شید اول عقب جلوتون رو نگاه کنید، بعد در رو بکنید سوار ماشین شید. سوار ماشین شدید اولین کاری که میکنید قفل میکنید، بعد صندلیتون رو تنظیم میکنید. صندلیتون رو که تنظیم کردید آینه، حتی اگر آینه‌تون تنظیم بود حتما دست رو بزنید، خب که اون بدونه که شما میدونید مراحل چیه. دست بزنید، بعد آینه بغلا، بعد که همه چی تنظیم شد کمربند. بعد از کمربند چند بار پاتون رو فشار بدید روی ترمز، دنده ها رو چک کنید، دستگیره رو چک کنید که همه چی سر جاش باشه، قشنگ دست بزنید انجام بدید همه این کارا رو. اگر ماشین روشن بود که هیچی، اگر روشن نبود روشن کنید. موقعی که میخواید از پارک بیاید بیرون حواستون باشه، این کارو نکنید هر چقدر خوب رانندگی کنید صفر میدم و قبولتون نمیکنه. اول از همه دور و برتون رو نگاه کنید، بعد دور و برتون اینجوری نگاه نکنید، قشنگ با دقت نگاه کنید که افسر بفهمه شما مواظبید. فلاشر سمتی که میخواید برید و میزنید، بعد پشت رو نگاه میکنید، آروم یکم میایید جلو. دوباره قبل از اینکه کامل خیابون برید بیرون حتما باید دوباره پشتتون رو نگاه کنید و آروم برید بیرون. این کار رو حتما انجام بدید. بار اول من این کار انجام ندادم، اصلا بدون توجه به بقیه رانندگی صفر داد قبولم نکرد.
مورد بعدی ککونینه. ککونین در واقع ترجمهش میشه چک کردن. چک کردن موقعی که شما میخواید بپیچید خیلی مهمه. اما این چک کردن با چک کردن که شما فکر میکنید خیلی فرق داره. توی ایران اگر بخوای خیلی ایمن رانندگی کنی، قبل از اینکه بخوای بپیچی دورتون دوروبرتون نگاه میکنی، ماشین اوت فلشه رو میزنی، آروم میپیچی، درسته؟ اما تو ژاپن این کار کنی رد میشه. شما حالا چجوری باید چک کنید؟ وقتی افسر بهتون میگه بپیچ سمت حالا مثلا راست، شما اول آینه بالا رو نگاه میکنید، بعد آینه سمتی که میخواید بپیچید، بعد فلشه رو میزنید. شما اگر قبل از چک کردن فلشه رو بزنی رد میشید. آینه بالا، آینه سمتی که میخواید بپیچید، فلشه. بعد دوباره قبل از اینکه بپیچید، آینه بالا، آینه بغل، عقبتون رو قشنگ باید برگردید، عقبتون رو نگاه کنید، بعد آروم فرمون رو میبرید به سمت اون لاینی که میخواید بپیچید. خب هنوز نمیپیچید. بعد از اینکه دیگه سر پیچ شدید، قبل از پیچیدن دوباره یه نگاه کوچولو به عقب، حواستون باشه آدم دوچرخه نیاد، بعد میپیچید. این خیلی مهمه. حواستون باشه فرق نداره که میخواید چپ بپیچید یا راست. هر وقت بهتون گفتم بپیچید یا مثلا برید توی اون خیابون، حتما باید بالا سمتی که میخواید بپیچی، فلشر بالا سمتی که میخواید بپیچی، اینور، بعد فرمونتو تکون میدی. قبل از این کار، قبل از اینکه اینا رو چک کنی فرمون تکون بدی، رد میشید مثل برادرم 8 بار. اما من چون کلاس رفته بودم و همه این نکاتو به من گفته بودن، من تونستم بار دوم قبول شم و برای همین به داداشم پیام دادم، گفتم کونت بسوزه، به خاطر اینکه من که رانندگی بلد نبودم، به خاطر اینکه نکاتو میدونستم بار دوم قبول شدم. اما اونی که همش رانندگی بلد بود و رانندگی میکرد، 8 بار افتاد چون این نکاتو نمیدونست. یه سری نکته های ریز ریز دیگه هم هستن که اگر انجامشون بدید موقع امتحان صفر میگیرید و قبول نمیشید. اونا رو قبل از اینکه شما امتحان بدید افسر واسهتون کامل توضیح میده، ولی حالا منم اونقدی که یادمه بهتون میگم. اول اینکه همین چک کردن اگر نکنید صفر میشید، وقتی میخواید بیاید بیرون اگر نیاید بیرون صفر میشید، اگر چک نکنید صفر میشید. موقعی که میخواید رانندگی کنید یه جایی هست که نوشته وایسی، اگر اونجا وای نسی، یعنی حتی هیچ ماشینی هم نیاد، حتما باید وایسی اینور اونور نکنید. اگر وای نسی صفر میشید. وقتی که یه راهی رو داری میری، چون اون راه قرمز مشخصه، توی اون راهی که دارید میرید، وقتی افسر مثلا بهتون میگه بپیچ سمت راست، شما اون یادتون رفت بپیچید یا متوجه نشدید چی گفت، اون اشکالی نداره، به شرطی که سریع همون راهی که باید بیاید و باز بعد برگردید و توی مدتی که شما دارید اون راهو برمیگردیدم حساب میشه که دارید چجوری رانندگی میکنید. فکر نکنید چون مثلا این اون جاده نیست که شما باید برید میتونید هر جور دوست دارید رانندگی کنید. هر وقت که شما موقع امتحانید تا وقتی که شما تو ماشینید پشت فرمونید، هر کاری کنید محسوب میشه، چه توی اون راهی باشه که باید برید، چه اون راهی که نباید برید. و آخرین نکته اینه که وقتی شما دارید از این خیابونای اس یا المانند رد میشید، اگر بد وارد شدید و خودتون متوجه شدید، میتونید به دنده عقب بگیرید، راهتون رو درست کنید. در این صورت اوکیه. اما اگر لاستیکتون بخوره به جدول یا بیاید رو جدول، دیگه صفره. دیگه هر چقدر هم درستش کنید، چون لاستیکتون خورده، شما صفر میشید و امتحان رو قبول نمیشید. یه نکته دیگه هم الان اینجا موقع دنده عقب یادم افتاد. موقعی که میخواید دنده عقب برید، حواستون باشه که همینجوری از آینه نگاه نکنید یا فقط برنگردید پشت رو نگاه کنید. اول باید کلن پشت رو نگاه کنیم، یعنی بپیچی اینور، دوباره خودت هم باید بپیچی اونور. دو تا پشت رو که نگاه کردی، آروم دنده عقب میگیریم. این بود از نکته ها. اون خود امتحانه وقتی که شماها بلد باشید این قوانین رو، زیاد سخت نیست. فقط مثلا برای منی که زیاد رانندگی نکرده بودم، اون اسه یا همون ال خیابون ال یکم سخت بود که با چند بار تمرین اوکی شدم. سخت در این قسمت امتحانه رانندگی ژاپن انتظاره. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا توی ایران اگر شما رانندگی رو یعنی امتحان شهر رو که داری میدی، وقتی که قبول نشی، بعد از اینکه رانندگی تموم شد همونجا افسر بگیم که خب ردی، برو دفعه بعد بیا، یا مثلا قبول شدی برو گواهینامه‌تو بگیر. اما اینجا اینطوری نیست. شما وقتی امتحان میدی، افسر بهتون نمیگه قبول شدید یا رد شدید، شما باید وایسید همه کسایی که اونجان برای امتحان بدن، بعد آخر سر همه رو یه جا اعلام میکنن. همچنین شما باید اون ساعتی که اونا میگن اونجا باشید. حالا نمیدونم همه شهر رو همین جوریه یا نه، ولی شهری که من امتحان دادم به ما گفتن که 9:50 دقیقه باید توی اون ساختمون منکو سنتر باشیم.
با این که امتحان رانندگی که من میخواستم بدم ساعت 1 بود، ولی 9:50 بعد اونجا میبودم، چون که ساعت 10 مصاحبه میکردم. مصاحبه که مثلا چک کردن این که مثلا تو خودتی، گواهینامه‌ت، هویت تو، اینا تو همه رو چک میکنن اون ساعت. بعد از اون شما باید منتظر کسایی بمونی که میخوان آیین‌نامه بدن. با اینکه خودت آیین‌نامه دادی، حتما باید ساعت 9 و 10 دقیقه اونجا باشی، منتظر بمونی اونا آیین‌نامه بدن. آیین‌نامه که تموم شد یکم استراحته و ساعت 1 تازه امتحان میگیرن. و 1 بعد از اینکه تو امتحان دادی، چه نفر اول باشی چه نفر آخر، باید صبر کنی همه امتحان بدن که بعد جواب کارتو بگیری. کلا گواهینامه گرفتن تو ژاپن یکم اعصاب خرد کنه، به خاطر اینکه کل روزت میره، بعد از صبح بری اونجا تا ساعت 2 3 اینا معطل بشی. اما اگر این نکاتی که گفتم رو رعایت کنید، احتمالاً دوبار نهایتاً دیگه رانندگیتون از من داغون‌تر نمیتونه باشه. بار دوم قبول شدم. این نکاتو که رعایت کنید میتونید راحت قبول بشید. این ویدیو رو میتونید بفرستید برای کسی که فکر میکنید توی ژاپن میخواد گواهینامه بگیره. امیدوارم به دردتون بخوره. مرسی که نگاه کردید و بای.